همه به خوبی میدونیم آدمی در مسیر نیازهای مادی و نیازهای معنوی خیش توانسته به جایگاهی صعود کنه که با اختراعات و اکتشافات و برنامه ریزی ها و ایجاد قوانین و نظم در زندگی خصوصی و اجتماعی به امنیت و امکانات و سلامتی و تفریحات نسبی برسد و با این همه رشد و ترقی نسبت به قرون گذشته هنوز رضایت کامل نیز میبینیم در او نیستش. علت این اشتیاق و این میل و این رسیدن به این کمال هرگز طمع و زیاده خواهی نیست، بلکه حقیقتاً این خدا هست که در وجود انسان این کشش رو قرار داد تا میل به رشد و ترقی در او باشه و از این نیز لذت میبره و در جستجو و تلاش برای رسیدن به آن هدف مقدس که به خاطرش آفریده شده قدم برمیداره تا کامل بشه. همون گونه که شاعر اعلام میکنه، هر ذره که بینی از کم و بیش دارد کششی به مرکز خیش، برمیگرده به همون جایگاهی که در اصل به خاطرش آفریده شده. و در کتاب پیدایش 1:26 و انجیل متی 5:48 که بارها من این رو به مکرر میگم، به ما به راستی اعلام میکنه که کامل شویم همچون خدای پدر و بتوانیم در این مسیر قدم برداریم برای رشدمون، یعنی کاملا به سوی اراده و شناخت خدا و شکل او رشد کردن. در کتاب دوم سموئیل 22:31 میخونیم، اعلام میکنه طریق خدا کامل است، پس من که شکل خدا آفریده شدم در این مسیر میباید قدم بردارم. حالا اینکه چگونه میتوانم به خدا و به طریق او و در مسیر کاملیت قدم بردارم، مسلماً باز نیز به کمک خود خدا هست. او چگونه میتونه کمک من بکنه؟ به طریق گفتاری، به طریق کلام خودش. در کتاب یوشع 1:8 که آیه بسیار معروفی هستش، اعلام میکنه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر نما، تا بر حسب هر آنچه در آن مکتوب است متوجه شده. این همون کتابی هستش که متاسفانه در بعضی از باورها مکتوب شده که تعریف شده، تو شیطان نمیخواد این کلام رو کسی بخونه و برکت بگیره، و خیلی از باورمندان مذهبی بر این باور هستن که باز این تعریف شده کلامی که داره میگه. من یک بار دیگه اینو میخونم، این کلام خداست، پس اگر کسی میگه این کلام تعریف شده، اون از طرف خدا نیست، اون از طرف خدا نیست. با قدرت میتونیم بگیم، اعلام میکنه این کتاب تورات از دهان تو دور نشود، بلکه روز و شب در آن تفکر نما، تا بر حسب آنچه در آن مکتوب است متوجه شده عمل نمایی، زیرا همچنین راه خود را پیروز خواهی ساخت و همچنین کامیاب خواهی شد. این کتاب رو چه کسی نوشته؟ مطابق دوم پتروس 1:20-21 اعلام میکنه این کلام به توسط روح القدس به انبیا داده شد، یعنی در اصل برای آن تشنگی و کششی که در وجود انسان بود، مسیر کاملیت رو به توسط این کلام خداوند داره باز و مکشوف میکنه و جواب درستی برای رسیدن اهدافمان داره. هرچند به نوعی این پیام به ما اعلام میکنه که گویا آدمی انسان ناقصیه نسبت به هدفش، هدف خلقت، برعکس حیوانات که همان گونه که خدا آفریده اونها نسبت به خلقتشون کامل هستن، چون همان گونه که آفریده شدن توی مسیر غریزه و اون پروگرامی که دارند هستن. یعنی شما اگر برفرض توی منزلتون سگی دارید، این سگ در طول 7-8 سالی که دارید کم کم اینقدر بزرگ نمیشه تبدیل به یه آهو بشه،
و یا اندیشه نمیکنه که یه فکر تازه‌ای داشته باشه، یک موقعیت دیگه برای خودش داشته باشه. مار مار، پرنده ها پرنده هستن. پس حیوانات نسبت به خلقتشون کاملن، اما انسان نسبت به هدف خلقت که قرار هست شکل خدا بشن ناقص هستن. و چون انسان آزاد آفریده شد و از این رو شیطان از آزادی که در تصمیمات انسان هست و اشتیاق او به کمال نیز می باشد سوء استفاده کرد و برکت و دلیل و اون معلم حقیقی و حکیمی را که در وجود آدم و حوا بود، روح القدسی که درون آنها بود رو با فریبی که داد باعث شد که از آدم و حوا خارج بشوند و انسان ماند و حوزش. کی گفت حوزش؟ اون علی موند و حوزش. بله، انسان ماند و مشکلاتش، انسان ماند و رنجهاش، انسان ماند و دردهاش، انسان ماند و افسردگیهاش، ترسهاش، سوالاتش، نیازهاش. و در طول کتاب مقدس آنجایی که مردان و زنان ایمان را پیروز و موفق میبینیم، رد پای روح القدس هم داریم میبینیم. از این رو هست کلام خدا میگه، از این رو هست کلیسا میگه، از این رو هست معلمین میگن از روح القدس پر بشیم. چون رد پایی که مردان خدا گذاشتن که باعث صبر و آرامش و امنیتشون شده، رد پای روح القدس هستش. در پیدایش 6:9 میخونیم، اعلام میکنه نوح مردی کامل بود و نوح با خدا راه میرفت. علت کاملیتش به زمان خودش این بود که چون با روح القدس در تماس بود، روح القدس در کناره بود. و پیدایش 17:1 میخونیم خداوند به ابراهیم میگه من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من بخرام و کامل شو. تا بتونه بر اصل اون هدف مقدس نیز ابراهیم عمل کنه. و در کتاب تثنیه 18:13 میخونیم، باز کلام خداوند اعلام میکنه به همه ما، نزد یهوه، نزد کی؟ نزد یهوه، یهوه خدای کوروش، خدای داریوش که در کلام خداوند اعلام میکنه، خدای ابراهیم و خدای اسحاق، نزد یهوه خدایت کامل باش. یعنی در حضور او به توسط روح القدس بیا و از روح القدس بیاموز. و این هدف اصلی بود که باعث همون آرامش و امنیت و سلامتی انسان می باشد. باز در مزمور 37 می خونیم که اعلام می کنه مرد کامل را ملاحظه کن و مرد راست را ببین، زیرا که عاقبت آن مرد سلامتی هست. این هدف خدا بود که انسان در سلامتی فکر، انسان در سلامتی احساس، در سلامتی روان، حتی در سلامتی جسم و رابطه ها زندگی کنه. این کلمه که اینقدر ما این روزها زیاد میشنویم، سمینارها میذارن، خدا رو شکر برای روانشناسان عزیز ما که این کارو میکنن، چون تمام مسیرهای سلامتی مسیرهایی که خدا رو خوشحال میکنه. آرزوی دل من این هست که اعضای کلیسای پرستان مسیح در مسیر سلامتی در حضور خدا و در تعلیم از کلام خداوند زندگی سالم داشته باشم. اما اگر من نتوانم، من نتوانم، نمیگم شما نتوانید، من نتوانم این رسالتمو انجام بدم و اگر کسی قابل درک نبود، حتماً از متخصصین برای سلامتی استفاده کنید، چون خدا از سلامتی ما لذت میبره. هدف خداوند برای خلقت ما سلامتی بوده. ما در ارمیا 29:11 میخونیم که خداوند میگه زیرا خداوند میگوید فکرهایی را که برای شما دارم و میدانم، یعنی اراده من هست این فکری که من دارم، این گونه نیستش که بعدن به این نظریه رسیده باشه، اراده خدا این بوده، میدانم که فکرهای سلامتی میباشد و نه بدی، تا شما را در آخرت امید بخشم. که شما بدونید
نهایتاً وقتی که از این رحم دنیا خارج میشیم با سلامتی وارد ملکوت خدا میشیم. با غم و درد و شک و ترس وارد نخواهیم شد. و این سلامتی فقط و فقط به توسط روح القدس در کلام خداوند تضمین شده و رشد به سوی کاملیت رو نیز اعلام میکنه. همون گونه که عرض کردم بتونه دلیل امید ما باشه. هفته گذشته درباره امید بسیار صحبت کردیم، اما اونجایی که انسان کاملا ناامید میشه بعد چه کار میکنه؟ یه نفر گفت، یواش گفت، گفت خودکشی میکنه، گناه میکنه. برابر، خودکشی هم گناهه. عرض کردیم ایمان زنده و پویا، بعدش امیده، اول قرنتیان 13:13، و بعد از اون میگه محبت، یعنی فعل به عمل نیکو، و بعد نیکویی هست. پس اونجایی که امید نیست عزیزان، مطمئن باشیم که بعدش هم گناه میشه و هم هلاکت هستش. لئوناردو داوینچی اعلام میکنه اندیشه ها به سوی امید میچرخن. فکر انسان، ذهن انسان، حتی شما صحبت هایی که میشنوید، دوست دارید صحبتی رو بشنوید که بهت یک امیدی بده، احساس امنیتی بهت بده، چون این گونه آفریده شدیم. این امید خوراک روح و روان من میشه تا من رو اکتیو کنه در مسیر رسیدن به اهدافم، تا مبادا در جا بزنم و اعلام خستگی بکنم. در کتاب خروج 31:2-3 میخونیم، باز خداوند اعلام میکنه آگاه باش، بسنئیل بن اوری بن هور را از سبط یهودا به نام خواندم در بین قوم اسرائیل. حالا خداوند میخواد خیمه ای رو بسازه، خانه خودش رو بسازه، این شخص رو انتخاب میکنه، مانند شماها رو که انتخاب کرده، شماها رو هم انتخاب کرده، و او را به روح خدا پر ساختم و به حکمت و فهم و معرفت و هر هنری برای اینکه خیمه خانه خدا رو بسازه. و از ما همین رو میخواد امروز که من و شما به توسط روح القدس به مسیح ایمان آوردیم، اکتفا نکن فقط به همین، بلکه میباید از روح القدس پر بشیم، میباید این قوت بیاد، چون بدن من نیست، بدن من هیکل خداست. خدا میخواد در این بدن سلامتی باشه، فکر سلامتی داشته باشه، احساسش سلامتی باشه، نگاهاش سالم باشه، سخنش سالم باشه، گوشهاش سلامتی رو بشنوه. و خدا همون گونه که به این مرد خودش، به مرد خدا این پیام رو میده، به موسی که اعلام میکنه که یکی از یاران تو رو من این گونه برکت دادم تا خیمه من رو به حکمت بتونه در مسیر هر موقعیت هنری اون رو درست کنه، خدا به من و شما این حکمت رو داده. از این رو هستش که در ارمیا 33:3 میخونیم که میگه بیایید نزد من اجابتت میکنم. از اون چیزایی که نمیدانی به توسط روح القدس این حکمت رو میده. حتی موضوعات زندگیه باشه، حتما نباید نگاهمون به این باشه که این موضوعات میباید روحانی باشه. موضوع زندگیت به طور خاص مسائلی مانند ازدواج، کار، اقامت در یک سرزمین، شریک شدن با یک نفر، کارهای مهم زندگی تو که نمیدونی و خدا این رو برای تو مکشوف خواهد کرد. در کتاب اعداد 27:18 نیز میخونیم که کلام خداوند میگوید علت انتخاب یوشع به توسط خدا این بود که او صاحب روح بود، یعنی با روح القدس نیز در تماس بود. اما متاسفانه اکثر مردم جهان، حتی مذهبیون، در تصور این هستند که همه روح خدا را دارند، اما این گونه نیست. مطابق کلام خداوند پیدایش 2:7 اعلام میکنه خداوند خدا گفت پس آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی وی روح حیات دمید و آدم نفس زنده شد. همه انسان ها بر روی زمین روح حیات رو دارن، اما تا قبل از این که به مسیح اگر ایمان نیاورند روح نجات رو ندارن.
روح ابدیت رو ندارن. کسی که به مسیح ایمان میآورد به توسط روح القدس اون وجود آفت خورده هرس میشه. چگونه؟ یک درخت میوه وقتی که آفت زده میشه هرس میزنن، هرسش میکنن، اون وجود هرس میشه و باید اجازهش رو بدیم موقعی که توبه میکنیم. وقتی هرس میشه روح القدس پیوند این میشه، روح حیات انسان که آلوده به گناه هست با روح القدس پیوند میخوره. و اگر این روح رسول در وفاداری کنار روح القدس بیسته، هر روزه از روح او پر بشه در کلام، در وفاداری، در اعمال، در رفتار، این پیوند قوی بشه و تکیه به این بکنه که تکیه به خداست، زمانی که رسول بعد از 500 سال دیگه خواست بره آسمان، کم اشتهام هستیم، و خواست بره آسمان دیگه روح القدس روح رسول رو میبره و رسول سردرگم نیست. از این روح هست که ما ایمان داریم که رستگار خواهیم بود. ما اینو با ایمان میپذیریم. این یک باور ذهنی نیستش، بلکه برای ما نیز شعور و معرفت منطقی نیز داره که ما به اون ایمان داریم و در این مسیر فکر میکنیم تا به اون جایگاه برسیم. در مزمور 139 داوود پادشاه اشاره میکنه به همون روح القدس، چون در اون زمان هم روح القدس بود و مردانی بودن که روح القدس رو داشتن، اما وجود اونها جایگاه همیشگی برای روح القدس نبود. ما غیر از خنوق و الیاس کس دیگه ای رو نداریم که با جسم رو بوده شدن. آنان کسانی بودن که روح القدس در اونها بود، ولی بقیه مردان روح القدس کنار اونها بود، هم قدم با اونها بود. در مزمور 139 7 الی 10 میخونیم، اعلام میکنه از روح تو کجا بروم و از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم تا آنجا هستی، اگر بالهای صحرا را بگیرم و در اقصای دریا ساکن شوم، در آنجا نیز دست تو مرا رهبری خواهد نمود و دست راست تو مرا خواهد گرفت. هر کجا که برم هرگز نمیتونم از روح القدس دور باشم و روح القدس ناظر زندگی انسان ها هستش. اما کسی که اجازه میده به روح القدس تا با ایمانش به عیسی مسیح، اون شخص هستش که میتونه روح القدس بر او کمک و یاری کنه. این رو بدونیم، هرگز 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 روح القدس ما رو نمیخواد کنترل کنه. دعا نکنید روح القدس ما رو کنترل کنه، چون ما آزاد آفریده شدیم. این دعا اشتباس. روح القدس به ما یاری بده، کمک ما بکن. هدف اون کمکه. همون گونه که والدین سالم هرگز فرزندان خودشون رو کنترل نخواهند کرد، بلکه فرزندان خودشون رو کمک میکنن، خدا هم نمیخواد ما رو کنترل کنه، چون ما رو آزاد آفریده. در غیر این صورت ما نیز با یک پروگرام آفریده میشدیم تا نتونیم تو اون موقعیت قرار بگیریم. مسلماً شریعت خدا کامل بود زمانی که اون رو به قوم اسرائیل داد، و باز به توسط روح القدس بود که این کلام رو برای قوم اسرائیل باز کرد خداوند، تا بتوانند به توسط این کلام در مسیر انصاف عمل کنند. اما این قدرت و این توانایی رو اونها نداشتن، با اینکه خدا رو دوست داشتن، خدا رو باور داشتن، با او در رابطه بودن، اما نمی توانستن به هیچ وجه کاملا اراده خدا رو نیز انجام بدن، و این مشکلی بود که اونها در پیش داشتن. از این رو بود که حتی ما می بینیم که چه مردان خدا و زنان ایمان بودن که اشتباهات آنچنانی می کردن، مانند داوود روی پشت بام، که یک دفعه بعد از اینکه تمام پیروزی ها رو میبینه، به جای اینکه بتونه در حضور خداوند بیاد برای شکرگزاری، تصمیم یک زنا رو میگیره. و دیگر مردان خدا، مریم خواهر موسی،
به جای که کنار موسی باشه دست موسی رو بالا بگیره، میبینیم که شورش میکنه بر علیه اون. پس این انسان دردمونده چه کار کنه؟ حافظ نیز زیبا میگه، حافظ اعلام میکنه، حافظ میگه سینه مالا مال در دست، ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد، خدا را همتی، چشم آسایش که دارد از سپه تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. اینو حافظ آرزو میکنه، ولی 2000 سال پیش این آرزو انجام شده بود و خداوند در از جام من و شما رو لبریز میخواد بکنه از روح القدس، مشروط بر این که این پذیرش رو ما داشته باشیم و اجازه بدیم. داوود پادشاه در مزمور 23 خیلی زیبا میگه، میگه در برابر چشم دشمنانم جام مرا لبریز میکنه. من نمیدونم برای شما این چگونه باز میشه، برای من اینه، با هزاران دلیلی که کسانی هستن ضد من هستن، وقتی که از روح القدس پر میشم عاشق اونام، اونا رو دوست دارم، براشون دعای برکت میکنم و این گونه ما رو برکت میده. کار روح القدس اینه، کینه و نفرت رو بر میداره. در کتاب حزقیال 11:19-20 میخونیم از وعده هایی هستش که خداوند به قوم خودش میده، 2700 سال پیش. میگه و ایشان را یک دل خواهم داد همچون شماها که اینجا در یکدلی هستید، و در اندرون ایشان روح تازه خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد ایشان دور کرده دل گوشتی به ایشان خواهم داد، تا در فرایض من سلوک نمایند و احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورند و ایشان قوم من، یعنی در ملکوت من باشند، در موقعیتی باشند که حضور من هست، که اینجا حضور خداست، خواهند بود و من خدای ایشان خواهم بود. وقتی ما در حضور خدا هستیم مثل الان، وقتی روح خدا میاد، روح خدا روح دلسوزیه عزیزان. با این تکنولوژی که ما امروز داریم، شما عزیزان میتونید مثل خیلی ها که تصمیم گرفتن کلیسا نیان، از روی اینترنت فقط میبینن، روی فیسبوک میبینن، بسیار خوبه این کارو کردن، اما میباید ما عضو یکی از کلیساهای مسیح باشیم، قسمتی از بدن باشیم، چون خدا توی کلیسا که شما میاد باهات کار داره، به توسط کلام خدا، به توسط دعایی که میشه، خدا میخواد با تو صحبت کنه. به طور خاص خادمین اگر فقط خدمت میکنن در کلیسا نمیمونن، کلام نمیشنون، خادمین بدون مزدن، چون خدا برای اونها پاداشی گذاشته که بگیرن این رو، آروم بشن، تقویت بشن، پر از قوت بشن، بدونن خواندگیشون چیه، رسالتشون رو بدونن. پس فقط خدمت نمیتونه باشه، خدمت در کنارش تعلیم، در کنارش در حضور خدا از روح خدا پر شدن و بتونه سختی ها و مشکلات و جنگ های روحانی رو تحمل کنه. به طور خاص خادمی که در پرستش هستن، خادمی که در پرستش هستن اگر در حضور خدا از روح خدا پر نشن، بلا فاصله آسیب خواهن خورد. شیطان لباس رزم تو تن گروه پرستش میبینه. اگر گروه پرستش در حضور خدا به خوبی نیسته، در کلام به خوبی نیسته، در شنیدن کلام، در دعا به خوبی نیسته، انتظار نداشته باشه که روح القدس کمک اونها بکنه، چون میخواد کمکشون کنه، اما از همه اینها جا مونده. حقیقتا مانند کارگر و کارمندی هستش که نمیسته تا مزدشو بگیره، تا آروم بشه، تا از محبت خدا پر بشه، تا تقویت بشه، تو یک جایگاه درستی قرار بگیره و هر کاری که دوست داره این شخص خواهد کرد. این افراد معمولا کار خودشون رو میکنن، کسی که به تعلیم نمیاد. بونکر رو همه ما میشناسیم فکر میکنم، یکی از کشیشای معروف آلمانی هست که مینیستری بسیار بزرگی داره. زمانی که بونکه
تعلیماتش تموم میشه و مدرک کشیشیشو میگیره و مشغول خدمت میشه، خداوند به بونکه میگه که برو آفریقا. گفت من گفتم نه نمیرم. خدا گفت اشکال نداره، میرم به نفر سوم. میگم کسی که از روح القدس پر میشه، خدا دلی بهش میده که کاملا درک میکنه، شاید مطلبی رو از خدا بگیره که حتی از واعظ و معلمینش نشنیده. و بعد بونکه نیز در این وفاداری میسته. حالا به نوعی خیلی هم میگن اطاعت، در این اطاعت میسته. به نظر من وفاداری خیلی بار سنگین تری میاره. در این وفاداری میسته و میبینیم که میلیون ها میلیون انسان در آفریقا و در جاهای دیگه به توسط بونکه ایمان آوردن و معجزات بسیار بونکه انجام داده. روح القدس در کنار این که ما رو ملزم میکنه به توبه، قدرت استادگی یه ما رو در برابر گناه به ما میده تا توی یک جایگاه درستی بیستیم. روح القدس به ما اون درک درست فکرمون رو که چراها داریم به ما میده. یوسف، حالا به عنوان یوسف پادشاه، یوسف قبل از اینکه بخواد به اون مقام برسه وسوسه میشه، اما به وسوسه میگه نه. وقتی به وسوسه میگه نه، جوابش چی میشه؟ پاداش بود؟ جوابش زندان بود. شاید یوسف، من از خودم میگم، شاید یوسف وقتی افتاد توی زندان گفته خدایا آخه چرا؟ من که به زن پوتیفار گفتم نه، من که با اون همبستر نشدم، پس چرا من باید بیافتم؟ من به خاطر یک عمل خوب، وفاداری به تو، من توی زندان افتادم. تصور من این هست، خداوند برای یوسف باز کرده. یوسف یک بار گفتی نه، دو بار گفتی نه، آیا فکر میکنی دفعه سومم میتونست به این وسوسه بگی نه؟ تو اونم زن زیبایی بود و من تو رو نجات دادم از اونجا. ظاهرا اینجا زندانه، ولی محل ملاقات من با توه که عطای تعبیر خواب رو بگیری، با عطای تعبیر خواب برسی به اون مقامی که من میخوام. پس نگران نباش، اگر نیکویی میکنی، اگر محبت میکنی، نگران نباش. اگر میبخشی، اگر صبوری، اگر تحمل میکنی، اذیت میشی به خاطرش، نگران نباش. فقط برو نزد خدا و از خدا بخوا، و اگر توبه میکنی روح القدس به تو قدرت این رو خواهد داد که بتونی بیستی و دیگه گناه نکنی. شخصی که اون باور مسیحی سنتی رو داشته به کلیسای خودش میره و میره پیش کشیش که اعتراف بکنه. وقتی نزد کشیش میره اعتراف میکنه، به کشیش میگه که من مدتیه که بیکار هستم و به خاطر بیکاریم مجبور شدم یه گوسفند دزدیدم و حالا پشیمون اومدم توبه کنم. توبه میکنه مطابق اون رسمی که بالاخره اون کلیسای سنتی داشته. میگه حالا چقدر باید بپردازم؟ میگه 20 دلار. کشیش که میگیره میبینه 40 دلاره. میگه برای چی 40 دلار؟ میگه هر چی فکر میکنم تا دو سه هفته دیگه کارگیرم نمیاد. گفتم پول یه گوسفند دیگرم من بدم. عزیزان روح القدس نباشه، مسیحی باشی، کار نمیکنه. 10,000 بارم تعمید بگیری کار نمیکنه. پوری روح القدس رو بخوا. پوری روح القدس که میاد، مطمئن باش تغییراتی در ما ایجاد میکنه که این نیز باعث خواهد شد ما به جایگاه درستی برسیم. کتاب یوئیل 2:28-29 رو خواهش میکنم زوجه جان بخونید. آیا همه بروشور گرفتن؟ اونا که بروشور دستشون نیست لطفا دستا بره بالا، سپاسگزارم. کتاب یوئیل نیز یکی از پیشگویی های آمدن روح القدس هستش. و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت. آمین. منظور روزهای آخره. روزهای آخر از کی شروع میشه؟ از زمان تولد عیسی مسیح که زمان به کمال میرسه. بله. و پسران و دختران شما نبوت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رویاها خواهند دید و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت. آمین. آمین. میتونیم دست بزنیم برای این قسمت.
نقش روح القدس در عهد جدید بسیار هستش، اما از همون ابتدا ما میبینیم که در انجیل لوقا 1:35 اعلام میکنه که حضرت مریم به توسط روح القدس حامله شد، و در مرقس 1:8 میبینیم که یحیی تعمید دهنده اعلام میکنه من شما را به آب تعمید دادم، لیکن او یعنی عیسی مسیح شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. و عیسی مسیح به نیقودیموس در انجیل یوحنا 3:5 اعلام میکنه، وقتی که اون تعریف و تمجید میکنه، به نوعی هندونه ها رو میخواد زیر بغل عیسی مسیح قرار بده، اما عیسی مسیح میگه آنچه را که نمیدانی این هست که تو تا زمانی که از روح القدس پر نشی به ملکوت خدا وارد نخواهی شد. در انجیل یوحنا 3:5 میگه اگر کسی از آب و روح مولود نگردد، ممکن نیست که داخل ملکوت خدا بشه. نیقودیموس دانش بسیاری داشت، حتما تمام سعی و تلاشش کرده بود که شریعت خداوند رو به نوعی انجام بده، ولی خوب میدونست کاراش خیلی سخت بود. در انجیل یوحنا باب 14 و 16 ما شاهد هستیم که وعده‌هایی که خداوند عیسی مسیح میده برای روح القدس که تسلی دهنده هستش، که قدرت و توانایی به ما خواهد داد و اینکه ما رو یتیم نمیگذاره و اینکه تعلیم دهنده ما هستش. در انجیل یوحنا باب 16 نیز میخوانیم که برای یک زندگی سالم داره میگه روح القدس سه کارو میکنه. انجیل یوحنا 16:7-8 میگه سه کارو میکنه، این کارا رو شما نکنید. 1. هرگز به کسی نگید گناهکاره. اون کار روح القدسه. معمولا قدیم ها رسم بود وقتی به یکی میگفتیم گناهکاره چی میگفتن؟ خودت گناهکار یا جد و آبایت گناهکار. طرف ناراحت میشد میگفت تو ما نگیم، دعا کن روح القدس میگه، فقط بشارت بده. نکته دوم، داوری بد هست، کار ما نیست، میگه کار روح القدسه، اون داوری میکنه، پوست طرف کنده میشه. من و شما داوری بد نکن. سوم میگه کار روح القدسه که انسان رو به خدا میرسونه. پس بنابراین فکر نکنیم اگر یکی رو بشارت دادیم ولش نکنیم تا به مسیح ایمان بیاره. واو، من الان سالهاست برادرم رو بشارت میدم، عموم رو بشارت دادم، دوستام بشارت دادم. کار خوبی که براش دعا کن و محبتش کن، کار دیگه نکن، بس باش دستای مسیح. چرا میشینی قصه میخوری؟ اون ایمانی رو کلام خدا گفته تو و اهل خانوادت ایمان میارن، آمین، و ایمان خواهن آورد. لحظه شک نکن به کلام خدا، و کلام خدا من این قوت رو ما میده. و در اعمال رسولان 1:4-5 نیز میبینیم که عیسی مسیح قبل از اینکه به آسمان بره اعلام میکنه که بروید و در دعا و روزه بمانید، و رسولان رفتن یک دل، 120 نفر بودن، و قبلش 100 نفر بودن، قبلش 500 نفر بودن. میگه 500 نفر، 380 تاشون کجا بودن؟ هوشیار باشیم جزء 380 نفریه نشیم یه دفعه. کلام خدا میگه از روح من پرشید، پرشید، خواهش میکنم برید در حضور خداوند و از او بطلبید با غیرت. اگر ما نجات مسیح رو قبول کردیم، میباید درباره روح القدس آنچه که گفته شده رو نیز بپذیریم. پس میگه برید و در دعا و روزه بمانید، و همه ما به خوبی میدونیم که جزء این ملت هایی که مسیح ایمان آوردن، پارتیان، مادیان و ایلامیان اولین ها بودن، یعنی ایرانی ها، قوم های ایران بودن که به مسیح نیز ایمان آوردن. وقتی به قوت روح القدس زندگی میکنیم، اینم بدونیم ضریب خطای ما بسیار کم خواهد شد توی امور زندگیمون، و این امید و این شادی و این آرامش و این حکمت هست که با ما زندگی میکنه. یکی از مشکلاتی که من دارم اینه که هنوز فکر میکنم مسیحیت مذهبه، و فکر میکنم تمام تعالیمی که من میبینم نسبت به مسائل مذهبیه. خیر، نسبت به زندگی سالم منه، که من در راستی باشم، که من در وفاداری باشم، که زندگی من شفاف و خوب باشه، کاری رو که انجام میدم صادقانه نیز انجام بدم، تو یک جایگاه بسیار خوبی باشم. در یک اداره پست، کارمندان پست متوجه میشن نامه اومده، فرستنده مشخصه، ولی گیرنده رو نوشتن خدا. اون مسئول میره
پیش سرپرست خودش، میگه من نمیدونم یه نامه اومده گیرنده زده خدا. میگه خب بازش کن، حالا گیرنده که روش نیستش، شاید یکی ما شوخی کرده. باز میکنم میبینه یک شخصی نوشته من خانم محسنی هستم خدایا، و سالهاست خودت میدونی که من بیوه شدم و درآمدی آنچنان ندارم. بچه هم قرار هست برای کریسمس بیان خونمون و من هیچ پولی ندارم. از تو میخواستم به من $1,000 کمک کنی. این کارمند با مسئولینش صحبت میکنه، با همدیگه میشن صحبت میکنن و میگن چه خوبه که خودمون این پول رو جمع کنیم. حالا این شخص به سادگی این رو نوشته. اینا مبلغ رو جمع میکنن، میشه $960 و میذارن توی پاکت و میرسونن دست این خانم. مدتی میگذره، دوباره میبینن یه پاکت مثل همین اومد. فرستنده مشخصه، گیرنده باز دوباره خداست. از خدا تشکر کرده بوده، خدایا از تو تشکر میکنم، سپاسگزار هستم، آبروی منو خریدی. اما فقط یه اعتراضی دارم، میخواستم بگم این اداره پست $60 اون رو کش رفت. اگر ما اجازه بدیم با قوت خدا زندگی کنیم، حدس و گمانهای الکی هم نمی کنیم، جای دیگه قدم بر نمی داریم، در هر شرایط شکرگزار هستیم. بریم با هم دیگه نامه اول قرنتیان باب 3:16-23، دو تا قسمت هست، و اول قرنتیان 6:12-10 رو نیز داشته باشیم. آیا همه بروشور دارن؟ چرا احتیاج نداره؟ آیا نمیدانید که هیکل خدا هستید؟ واو. و روح خدا در شما ساکن است؟ آیا میدونید هیکل خدا هستید؟ آمین. اگر میدونیم هیکل خدا هستیم، میباید این خانه رو مدام تقدیس کنیم و به این خانه برسیم. عزیزانی که خونه دارن، میشه دستاتون یه لحظه بره؟ اونا که خونه مال خودتونه، خونه دارید واقعا، برافو، دوست ندارید به این خونه برسید؟ حالا آدم مستاجرم هست، دوست داره به خونش برسه، فرقی نمیکنه. این بدن مال ماست و حالا این بدن شده هیکل خدا. پولس رسول اینجا اشاره میکنه به آنچه را که قبل از این آیات نیز اعلام میکنه به کلیسا، که بینشون دعوا، غیبت، حسادت و کینه، منافع طلبی و نیز باندبازی و گروه بازی بود. و حالا داره میگه آیا خبر دارید که بدنهای شما هیکل خداست؟ اون هیکلی که هر کسی اجازه نداشت واردش بشه. هیکل خدا، خانه خدا دو قسمت بود. قسمت اول کاهنان، لاویان وارد می شدن برای شفاعت، مرتب کردن، تمیز کردن. قدس الاقدس، فقط کاهن اعظم می توانست سالی یک بار بره شفاعت کنه، و اگر در گناهی بود که توبه نکرده بود، از قبل زنجیر و تناب سفتی به پای اون می‌بستن که اگر در حضور خدا اون تابوت عهد مرد، بتونن اون رو بکشن. حالا اون قدس الاقدس، می‌دونید ما شدیم و روح خدا با ماست، و این با خودش یک مسئولیت میاره، یک تعهد میاره. برای همین میگه خشمگین نشو، کینه و نفرت نداشته باش، دروغ نگو، گناه نکن. آیا می‌دانیم هیکل خدا هستیم؟ آمین. میتونیم به کنار دستی بگیم هیکل خدا هستی؟ بگید به هم دیگه. حالا به خودتون بگید من هیکل خدا هستم. اعلام کنین رو. اگر کسی هیکل خدا را خراب کند، خدا او را هلاک سازد. یعنی ما چهره خدا هستیم، ما خدا را داریم روی زمین نمایندگی میکنیم، میگیم خیلی داریم بلند پروازی میکنیم. به ما چه؟ بابامون اینو به ما گفته. خودش میگه هیکل خدا هستید. این هیکل تشبیه به دوه. یک، ما وقتی که کنار هم هستیم هیکل خداییم، یک هیکل بزرگ، و توی تنهایی انفرادی هم ما هیکل خدا. من هیکل خدا هستم و در کلیسا همه ما هیکل خدا هستیم. پس توی کلیسا مواظب باش، زود رنج نباش، دلت نگیره، تو گناه نباش. به هم فرصت بدیم، همدیگر رو محبت کنیم، چون همه این کارا رو که میکنی برای هیکل خدا میکنی، برای خدا میکنی. برای همین هستش که کلیساهای بیدار اعلام میکنن لطفاً حتی نگاهتون به کشیش هم نباشه، هرچند کشیش میباید نمونه خوبی باشه،
برای کشتیاتون دعا کنید که نمونه خوبی باشن، برای خادمین دعا کنید نمونه های خوبی باشن، اونها رو تشویق کنید. یکی از کارهایی که باید همه ما بکنیم این هست که همدیگر رو پیگیری کنیم. گاهی ما فکر میکنیم که فقط باید کشیش و خادمین اعضا رو پیگیری کنن. خواهش میکنم اعضا، چه اعضایی که میشنون به کلیساهای دیگه هستن، کشیشاتون رو پیگیری کنید، خادمینتون رو پیگیری کنید، مبادا اونها تو سختی و تو فشار اذیت بشن، چون ما همه یه بدن هستیم. میباید این بدن همه فعال باشه. اگر شما وارد کلیسا میشید نقطه ضعفی رو میبینید، لطفاً اگر میتونید شما اونجا رو پر کنید. من گاهی میام ساعت 12 یه رو مثلا حالا 12 و ربع هست یا 12 و نیم میام، خدا رو شکر برای رومن عزیز و خادمینی که کنارش هستن، ولی من میبینم بعد از رومن تنهاست. این چیزای سنگین رو میبره. آیا میتونی همین الان به خودت قول بدی؟ میتونی جز کسایی باشی که مثل برادر روبن ساعت 12 و نیم بیای؟ هستن عزیزانی که کمکش کنن. اگر خدمتی نداری خدمت این برادر بکن. اگر ما عضو این پیکر هستیم پس همه ما باید فعال باشیم. کدوم بدنی هستش که دوست داشته باشه که یه دستش فلج باشه، یه پاش فلج باشه؟ و کدوم بدنی هست که دوست داره این دست و پا به اختیار خودش باشه؟ یک روز مثلا از خواب بلند میشه میگه برم صبحانه بخورم، این صبحانه میذاره دهنش میخوره، فردا بلند میشه این دسته هی میزنه تو سرش، هی موهاشو میکشه، میگن طرف با خودش درگیره، باز اون کلیسا هم با خودشون درگیرن. مگه میشه؟ راه دیگه ای نداره کلیسای مسیح. این بدنه، بدن میباید از آنچه که سر این بدن هست، کیه؟ عیسی مسیح، وفادار باشه بهش، اطاعت کنه. و همون سر کشیش رو مشخص میکنه، خادمین رو نیز مشخص میکنه. پس باید احترام گذاشت، به هم احترام بذاریم، همدیگر رو دوست داشته باشیم، اهمیت بدیم به همدیگه، عشق ورزی بکنیم، توی جایگاه درستت بیست. کلیسای ما احتیاج به خادمین بسیار داره. شما همه جز ایمانداران خوب هستید و خادمین خوبی خواهید بود. اگر دوست داشتید کلاسایی رو براتون میذارم در مسیر اون چیه در دلتون هست، اما بدن مسیح رو تنها نذارید. هیچ توجیهی نداریم، هیچ کدوم ما خوشمون نمیاد که یک روز دستمون به حرف ما گوش نکنه. صبح که بلند میشی چشات باز نشه، خودت بیداری، چش میگه میخوام بازم بخوابم، مگه میشه؟ بدن مسیح تعریف بسیار مقدسی داره. درکش کن و در این بدن بمون و آنچه را که خدا ازت میخواد انجام بده. بله، زیرا هیکل خدا مقدس است. آمین. و شما آن هستید. زنهار کسی خود را فریب ندهد. اگر کسی از شما خود را در این جهان حکیم پندارد، جاهل بشود تا حکیم گردد. زیرا حکمت این جهان نزد خدا جهالت است، چنان که مکتوب است حکما را به مکر خودشان گرفتار می سازد. نگاه به طول ایمانت نکن، نگاه به نوع خدمتت نکن که بگی من وای سالها ایمان دارم. اینجا چند نفر هستید که 30 ساله به مسیح ایمان آوردید؟ نداریم. داریم 30 ساله، هاللویا، دست بزن برای خواهر مادر بهجت عزیزم. ولی من تصور میکنم برادر آلکس شما و بعد یوسف بالای 30 سال هستش. بله 60 ساله. با دست بزن. بعد آلکس جان خودت چند سالته؟ جان در مجروع. بله، ولی ما میبینیم میان. پس به طول این نیست من بگم اوه الان من 50-60 سال ایمان آوردم دیگه احتیاج ندارم کلام رو بشنوم. باور کن کتاب مقدس همینه که 2000 سال پیش بود، به ما همینو دادن. تفسیری داره، تفسیری داره، اما این نیستش که بگیم کلا عوض شده. همین کتاب مقدس 2000 سال موعظه شده و ایماندارانی که در امور زندگیشون ایستادن، هر روز کلام خدا رو خوندن، هر روز از روح القدس پر شدن، هیچی براشون تکرار نبوده و این قوت در اونها عمل کرده. ما نمیتونیم اینگونه فکر کنیم که دیگه احتیاج نمیم. داره پولس رسول میگه فکر نکن که چند سال به مسیح ایمان آوردی ادعا میکنید که احتیاج نداره بشنوی از کلام خدا. کلیسای پرستگان مسیح کلاس مسیحیت چیست رو داره؟ پنجشنبه ها رو داره، سه‌شنبه ها برادر عزیزم امیرجان هستن بایبل استادی میکنن. اینا فرصت‌های بسیار خوبیه برای رشد شماها. خواهش میکنم برنامه بذارید و این کلاس‌ها رو بیایید و رشد کنید، چون
خود من که در خدمتون هستم حداقل یه روز برای این کلام خدا وقت میذارم که 4 ساعت وقتتون رو بگیرم. برادر عزیزمون همینجور. پس وقت گذاشته میشه. عزیزان هزینهشو کار نداریم. این برکت خدا داره به تو میده. برنامه بذار، کلاساتو بیار و روش کن و یاد میگیری چگونه باید از روح القدس پر بشی و چیزای الکی نمیگی. میدونی روح تجربهشو دارید. ما توی بروشوراتون سوال گذاشتیم در این رابطه. پنجشنبه ها با ما باشید، این سوالات رو جواب میدیم و به این میگن رشد روحانی. بله. و ایزن خداوند افکار حکما را میداند که باطل است، پس هیچ کس در انسان فخر نکند، زیرا همه چیز از آن شماست. پس چون تو جایگاه غرور خودشون میستن، اندیشمندی میگه غرور به دانش خود بدترین نادانی هستش. زمانی که من فکر کنم من دیگه همه چیز رو میدونم، حالا این بعد رسول چی میخواد بگه؟ من دیگه نمیدونم. بعد رسول نمیخواد بگه، روح القدس میخواد بهت بگه. بعد رسول کلامو میخونه، روح القدس داره در گوش تو صحبت میکنه. چرا اونو نمیخوای گوش کنی؟ چرا از اون خسته هستی؟ و اونجا هستش که وقتی روح القدس گفت چی میشه؟ میشه. میگه خدا گفت و شد. نمیگه واعظین میگن، کشیشان میگن نمیشه، میشه. بلکه این کار خداوند هست. جوانی تصمیم میگیره که تمام وقتشو بذاره تا خدا رو بشناسه. من میرم اینقدر مطالعه میکنه از این شهر به اون شهر، با تمام افرادی که ادعا میکردن حقیقت رو میدونن وقت میذاره. یه روز که داشته تو راه میرفته کنار یه دریا، یه صخره بودم تو میشینه، یه لم داشته میداده، متوجه میشه یه بچه دو تا سطل گذاشته، یه سطل بزرگ یه سطل کوچیک تو دستشه، با سطل کوچیک آبا رو برمی داره میزه تو سطل بزرگ، اینم از این بر آبش ریخته میشه. بعد میگه عجب کاری این داره میکنه. میره بهش میگه داری چی کار میکنی؟ میگه آخه به دوستم قول دادم تمام آبای دریا رو توی سطل بذارم برات بیارم. یه لحظه نگاه میکنه به اون که اول میگه نمیشه چه این چیزی، بعد میبینه خودش هم داره این کارو میکنه. آخه این 500 600 گرم بیشتره، چقدر داره این مغز ما؟ این 500 گرم 600 گرم چقدر مگه حجم داره که من بخوام تمام آنچه که حقیقت خدا هست بشناسم؟ خدا روح القدس رو داده به ما، قدم به قدم به ما میآموزه که ما چگونه عمل کنیم. و اگر نیاز داریم به شناخت حقیقت خدا، به روح القدس فرصت بده. نگو من همه چیزو میدونم، چون اون نمیخواد تو رو کنترل کنه. وقتی میگی من میدونم، اون به تو هیچی نمیگه. اون مثل معلمای زمینی نیستش که توبیخمون کنه، دو تا حرف به ما بزنه تند. اون هیچ میگه اوکی تو میدونی، خب برو انجام بده، چون باشم خودمون میخوریم بدن. بله. خواه پولس، خواه اپولوس، خواه کیفا، خواه دنیا، خواه زندگی، خواه موت، خواه چیزهای حال، خواه چیزهای آینده، همه از آن شماست و شما از مسیح و مسیح از خدا می باشد. آمین، آمین، آمین. بریم با هم دیگه. ممنون. اول قرنتیان 6:12-20 هم بخونیم. سپاسگزارم. همه چیز برای من جایز است، لکن هر چیز مفید نیست. رومیان 14:16 اعلام میکنه نیکویی هوشیار باشیم، نیکویی ما را بد نگوین. نیکویی تو ببین ما کجا ایستادیم. کار خوب داری میکنی، میگه مواظب باش کار خوب تو بد نگن. چرا؟ حالا یه موقع هست میگیم خب بذار کار خوبمون هم بد بگن، چیکار داریم؟ من نباید بذاریم، چون من و شما داریم خدا رو نمایندگی میکنیم. ما پیکر خدا هستیم، نباید اجازه بدیم وقتی که نیکویی ما رو بد میگن، نه اینکه به جنگیم با طرف، نه، ما مواظب حکیمانه رفتار کنیم. وقتی نیکویی منو بد میگن، نیکویی مسیحو دارن بد میگن. مسیح کو؟ مسیح من و شما هستیم. اینو بارها از من شنیدید که گاندی میگه من مسیحو دوست دارم، مسیحی‌ها رو دوست ندارم. چرا؟ چون خوب مسیح رو نمایندگی نکردن، خوب از روح القدس پر نشدن تا بتونن رفتار و اعمال مسیحانه داشته باشن. بله. همه چیز برای من رواست، لکن نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، لکن خدا این و آن را فانی خواهد ساخت. اما جسم برای زنا نیست، بلکه برای خداوند است. مبادا، رومیان 12:2 میگه همشکل این جهان نشو، مبادا که من ارزون فروخته بشم تو این دنیا به خاطر نیازهام،
به خاطر آن چرا که میدونم باید داشته باشم، من به گناه کشیده بشم و غلام این دنیا بشم. از این رو اول قرنتیان 7:23 میگه به قیمتی خریده شده اید روی صلیب درست، به قیمتی خریده شده اید که غلام انسان نشوید. خدا با بردگی هیچ موافق نیست. کلام خداوند با بردگی، با آپارتاید به هیچ وجه موافق نیستش. بله. و خداوند برای جسم و خدا خداوند را برخیزانید و ما نیز به قوت خود خواهد برخیزانید. آمین. بله. آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ پس آیا اعضای مسیح را برداشته اعضای فاحشه گرداند؟ این اعضا معلم داره، معلمش روح القدسه. این کلیسا معلمش روح القدسه، معلم وجود تو هم روح القدسه، مطابق لوقا 12:12 و مطابق انجیل یوحنا 14:26 که اعلام میکنه او به ما خواهد گفت که ما چگونه زندگی کنیم. بله. هاشا، آیا نمیدانید که هر که با فاحشه پیوندد با وی یک تن باشد؟ زیرا میگوید هر دو یک تن خواهند بود، لکن کسی که با خداوند پیوندد یک روح است. از زنا بگریزید، هر گناهی که آدمی میکند بیرون از بدن است، لکن زانی بر بدن خود گناه میبرد. اینجا فقط عذر میخوام، زنای جنسی نیست عزیزان، زنای جنس مخالف نیستش. وقتی که من به روی قولهام نمیستم، وقتی که من به آنچه که از کلام خداوند خواسته من متعهد باشم نیستم، اونجا که من روی حرفم نیستم، اونجا زناه. زنا فقط این نیست که رابطه جنسی دو نفر باشه که نامشروعه. خیلی قولی که به شما میدم انجام نمیدم، آنچه را که میتونم انجام بدم انجام نمیدم، وفادار نیستم. به این میگه کلام خدا زنا، میگه مانند زنا میبونه. بله. یا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شما است، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید. آمین. زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید. آمین. میتونیم برای این کلام خدا دست بزنیم؟ لطفاً این نکته رو داشته باشیم. سپاسگزارم. پس بدن ما پیکر خداوند است. همون گونه که مولوی میگه ای قوم به حج رفته کجایید کجایید؟ معشوقه این بدن ماست، پیکر اینجاست، معشوقه همینجاست، بیایید بیایید. معشوقه تو همسایه دیوار به دیوار در بادیه سرگشته، شما در چه هوایید؟ مرقس 12 میگه همون مقداری که خودت و خدا رو دوست داری همسایت رو دوست داشته باش، چون تو خودت پیکر خدا هستی و چون پیکر خدا هستی میتونی دیگران رو نیز یاری بدی، کمکشون کنی. درست خدا نیستیم، ولی قوت روح القدس در ماست. ازش استفاده کن، از روح خدا پر شو. نه تنها عطایا، گاهی ما فکر میکنیم که عطایاست روح القدس به ما میده تا معجزات بکنیم، کارهای خارق العاده انجام بدیم، شفا بدیم، مرده زنده کنیم، به زبانها دعا کنیم. روش درست زندگی کردن عزیزان کار روح القدسه. اونها با هست، حتما با عطایا زندگی کنید، اما نمونه خوب باشیم برای یک زندگی سالم. ممنون میشم. آیا همه بروشور داریم؟ کسی اگه بروشور نداره دستش بره بالا. بله. روح القدس وعده خدای پدر. میتونید لطفا لامپای وسط رو روشن کنید؟ سپاسگزارم. لامپای وسط رو روشن کنید. عزیزا میتونید با خودکار بعد اون جاهای خالی رو پر کنید. روح القدس وعده خدای پدر و هدیه خداوندمان عیسی مسیح به ایمانداران می باشد. خب این هدیه ای هست که خداوند به ما داده، اما کار ما چی میشه؟ و پوری روح القدس تعهدی است که ایمانداران می باید به آن عمل کنند. عزیزان باید عمل کنیم، گاهی هست بهتر عمل کنیم. اینجا بهتر نیست. اگر یک انسان میخواد زنده بمونه باید نفس بکشه، غیر از اینه به همین اندازه. اگر ما میخواهیم زندگی سالم داشته باشیم، در آرامش و در امنیت باشیم، میباید. اما خواهش میکنم در کلاسات، در حضور خدا، در کلام بمانیم و پوری روح القدس رو بخواهیم تا بیاموزیم چگونه حالا من از روح القدس پر بشم،
چگونه قوت خدا رو من داشته باشم، روی تصور اشتباه نرم و کارهای الکی نکنم و بگم من از روح القدس پر نشدم. مثلا میرید شما توی کلیسا میبینید 50 نفر دعا کردن همه افتادن، بعد فکر کنی باید بیافتی از روح القدس پر بشی. نه خیر، چون این تعلیم ما نمیدیم. شاید بعضیا بیافتن. یا یه نفر میگه من خیس عرق شدم. آره اون شده، ولی فکر نکن تو هم باید خیس عرق بشی از روح القدس پر بشی. امروز توی قسمت آفیس داشتیم دعا میکنیم، خواهرم مرضیه گفت من از خیس عرق دارم میشم. گفتم چون داره خدا تو رو از روح القدس پر میکنه، ولی امکان داره کنار دستیش یه حس دیگه ای داره. این نیستش که ما فکر کنیم حتما ما باید مثل همدیگه بشیم، اما یک نشانه داره که همه اینها رو در برابر هم قرار میده. این نشانه اینه، تولد تازه است، زندگی من عوض شده، غرور ندارم، تشنه خدا هستم، با خدا میخوام همراه باشم و زندگی من حتی روی زندگی دیگران تأثیر خواهد گذاشت. سرکارگری توی ساختمونی که داشتن میساختن رو میکنه به کارگرش و وقتی میبینه که 3-4 تا کیسه سیمان گذاشته روی کولش داره میبره، داد میزنه میگه ببینم مگه فرغون نداریم؟ چرا از فرغون استفاده نمی‌کنی؟ میگه اون دفعه که فرغون رو گذاشتم روی کولم، این چرخش گوش منو داغون کرد. ما وقتی از پری روح القدس صحبت میکنیم، افراد جاهای دیگه میرن تلویزیون نگاه میکنن، هر اتفاقی برای اون افتاده میگه برای منم باید بیفته. خیر، اتفاقی که باید برای من بیفته تولد تازه هست، امید و عشقی هست که خداوند به من داده. آیه آخر رو لطفاً بشنویم و بعد با هم دعا کنیم. نامه افسوسیان 5:17-18 اعلام میکنه از این جهت بیفهم مباشید، یعنی آگاه باشید، اینجا توهین نیست، بلکه بفهمید که اراده خدا چیست و مست شراب نشوید، مست این دنیا که خیلی ها دست پاشون رو میگیره، آسیب بهشون میزنه تا از خانه خدا، از پوری روح القدس دور بشن، که در آن فجور است، گناه است، بلکه از روح نیز پر شویم تا به اون قوت برسیم. و مزمور، عذر میخوام، نامه عبرانیان 3:6-8 ممنون میشم بخونید. اما مسیح به عنوان فرزند و صاحب خانه ای وفادار است و ما آن خانه هستیم، به شرطی که آن اعتماد و اطمینانی را که امید به ما می‌بخشد تا به آخر محکم نگاه داریم. آرامی قوم خدا، زیرا چنان که روح القدس می‌فرماید، امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی می‌کردید، تمرد نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. آمین. 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 Oh, my dear, I see my moon, it's gone.